بهترین آلبوم‌های سال 2023، آلبوم 21 The Beggar از گروه سوانز. اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 تو نیویورک یه موج جدید موسیقی شکل گرفت که هدفش مقابله با موج جدید موسیقی بود. بذارین اینطوری بگم. اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 توی نیویورک آمریکا یه ژانری متولد شد به اسم نو ویو، بی موج. یه دهنکجی به موسیقی پانک راک اون موقع که آلوده شده بود به کلیشه های موسیقی راک اند رول. نو ویو با یه رویکرد از همه نظر منفی، ضد تجاری و ضد فرهنگی از تو دل موسیقی آوانگارد و تجربی اومده بود بیرون. نو ویو لجباز بود، بد اخلاق بود، زشت بود، اصواتش غیر معمول بود، صداش ناخوشایند و ناهماهنگ بود، پر از نویز بود، غیر ملودیک بود، سازاش نامتعارف بود، مزامینش پیچیده و انتزایی بود. چرا هی میگم بود؟ واسه اینکه عمرش خیلی کوتاه بود. خیلی زود با ژانرهای دیگه‌ای که سر و شکلشون خوشگل بود، زشتی نو ویو فراموش شد. الان میخوام در مورد یکی از مهمترین و شاخص‌ترین و یکی از ستون‌های اصلی این ژانر بهتون بگم. گروه نیویورکی سوانز با موزیکی که یکی از عجیب‌ترین چیزاییه که ممکنه تو زندگیتون بشنوید. گروهی که تو سال 1982 متولد شد و اولین آلبومش رو تو سال 1983 منتشر کرد که اون موقع نظر هیچکی رو جلب نکرد، اما بعدها به عنوان یکی از مهمترین آثار موسیقی نو ویو اسمش توی تاریخ ثبت شد. بعدن سوانز خیلی ژانر خودش رو انگولک کرد. نویز راک، اینداستریال، پست راک، آرت راک، گاتیک راک، سایکدلیک راک، حتی فولک و بلوز راک رو هم میشه تو کاراشون ردیابی کرد. اما فاز ساختار شکن و ناهنجار موسیقی نو ویو رو همیشه توی کارش نگه داشت، طوری که الان این گروه رو یکی از ستون‌های محکم این ژانر میدونن. اونقدر محکم که الان دیگه خود نو ویو به اون صورت نیست، اما ستونش یعنی سوانز محکم پابرجاست. رهبر این گروه یه جونور عجیبیه به اسم مایکل گیرا. واقعا نمیشه فهمید چی تو سر این آدم میگذره که خروجیش میشه یه همچین موزیکی و یه همچین لیریکسی. انگار که گیرا نماینده جهنم روی زمین باشه، انگار که خود شیطان باشه که با سخنرانیاش میخواد ما رو دعوت به پذیرش عذاب الهی بکنه، انگار که سرب داغ رو بریزه تو جام و طوری ما رو قانع کنه که با لذت سر بکشیمش. سوانز عجیبه، غریبه، زشته، زبره، موسیقیش انسان ستیزه، پر از تنفره، بی اعتماده، آزاردهنده است، عذاب آوره، اما نمیشه مسحورش نشد، نمیشه غرق نشد توش، نمیشه ازش تأثیر نگرفت، نمیشه دردشو کشید و درد بیشتر طلب نکرد. 9 سال پیش که توی وبلاگ آلبوم 13امین آلبوم سوانز به اسم تو بی کایند رو به عنوان یکی از بهترین آلبوم‌های سال 2014 معرفی کرده بودم، واسه معرفیشون یه چیزی نوشته بودم که دوست دارم هم رو دوباره اینجا تکرار کنم، که قرصاتون رو بردارین، آرامشتون رو حفظ کنین، چون قراره وارد تیمارستانی به اسم سوانز بشین که نه تنها قرار نیست درمونتون کنه، بلکه به احتمال زیاد دیوونه ترتون میکنه. خب بیاین ببینیم حالا قضیه چیه. سال 2019 سوانز 15امین آلبومش رو منتشر کرد که یه اکسپریمنتال متفاوت نسبت به کارهای قبلیش بود. یه کار جدیدی هم که گیرا اونجا کرد این بود که تا اونجایی که جا داشت سوانز رو از حالت یه گروه خارج کرد و یه طوری کارو برد جلو که نوازنده‌های مختلف بتونن راحت برن و بیان، که هم دست خودش رو واسه کار بازتر بذاره، همین که تنوع اجرایی کار رو بیشتر کنه. اون آلبوم منتشر شد و قرار شد یه تور مفصل هم براش بذارن و در کنارش کار روی آلبوم جدید رو هم شروع کنن، که خودتون میدونین دیگه، کرونا شد و قضیه خورد زمین. مایکل گیرام که کار دیگه ای نداشت نشست خونه و مشغول ساخت آلبوم بعدیشون شد. سوانز گروه مهمیه، نقش پررنگی توی تاریخ موسیقی تجربی داره. مایکل گیرام آدم گردن کلفت و شاخصیه، منتها این معنیش نیست که از لحاظ مالی داره پول پارو میکنه. همین کنسل شدن تور باعث شد که گیرا پول واسه ساخت و ضبط آلبوم جدید نداشته باشه. اینجا بود که اومد یه کاری کرد. اومد یه مجموعه دموی آکوستیک از چند تا از ترک‌هایی که واسه آلبوم جدید ساخته بود رو توی تنهایی توی خونه خودش ضبط کرد تو قالب یه مجموعه به اسم Is There Really a Mind تو سال 2022 منتشر کرد، با این هدف که این مجموعه فاندریزر باشه واسه آلبوم جدیدش. یعنی اعلام کرد که این آلبومو بخرین هر چقدر که دوست دارین پول بدین که کمک کرده باشین واسه ساخت آلبوم بعدی. قولم داد که از لحاظ پروداکشن کم نمیذاره واسه آلبوم. البته که قبلا هم یه بار این کارو سر یه آلبوم دیگه کرده بود. یعنی هم تجربهشو داشت، هم طرفداراش با این قضیه آشنا بودن. خلاصه این دمای منتشر شد و پول به حد کافی جمع شد و آهنگا نهایی شد و توی یه استودیو توی آلمان به تهیه کنندگی خود مایکل گیرا ضبط شد و این آلبوم جدید به اسم The Beggar
به تاریخ 23 جون 2023 منتشر شد. یه آلبوم عجیب و غریب دیگه از سوانز که مثل چند تا آلبوم اخیرش ژانر اصلیش درونه، اما رد موسیقی پست راک رو همیشه توش پیدا کرد. درون یه ژانریه، موسیقی مینیمال در فضای اکسپریمنتال رو میگن درون. خیلی خلوته، خیلی تکرار شونده است. یه نوت، یه هارمونی، یه صدا رو بارها بارها توش میشنویم بدون اینکه تغییری کنه، بدون اینکه بره بالا یا بیاد پایین. یه فاز هیپنوتیزم کننده داره که میتونه آرامش بخش باشه. اما درونی که سوانز بهمون میده آرامش بخش نیست واقعا. استرس‌ساز، میترسونه آدمو. انگار که مایکل گیرا نفوذ کرده باشه به خوابمون و تبدیلش کرده باشه به کابوس. موسیقی به شدت ساده اما به شدت مهلک این آلبومو بذارین کنار لیریکسش که حتی بیشتر از آلبومای قبلی سوانز آزاردهنده است و بوی مرگ میده. و صد البته مایکل گیرا با اون صدای گیرا که فریاد میزنه، غر میزنه، ناله میکنه، فتوا میده، حکم صادر میکنه، دستور میده، متهم میکنه، رجز میخونه، پیش میکشه، پس میزنه، انگار که ما رو بسته باشه به یه تیرک چوبی و داره قبل از آتیش زدنمون مراسم آینی خودش رو رومون اجرا میکنه. مایکل گیرا 70 سالشه. آلبوم به آلبوم حسش به مرگ که یکی از پررنگترین چیزا توی آثار سوانزه بیشتر رنگ و بوی واقعیت به خودش میگیره. بی‌تعارف بهتون بگم شنیدن این آلبوم راحت نیست. تحمل میخواد، صبر و حوصله میخواد. شاید باید واقعا طرفدار باشی که بگیرتت. شوخی هم نیست. مدت زمان آلبوم 2 ساعته. فقط یکی از ترکاش به تنهایی 44 دقیقه است. پس آلبوم The Beggar از پروژه سوانز میشه 21 کمین آلبوم برتر من تو سال 2023.